دوستان و همراهان همیشگی، درود بچه‌ها، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلتون شاد، لبتون خندون، ایام به کامتون باشه. از بودابست در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری دومین دوره از مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی وزن 97 کیلوگرم ابوالفضل بابالو با دوانده آبی در مقابل کشتی از قزاقستان قرار گرفته. علیشر یرگالی کشتیگر نامدار قزاقها با دوانده قرمز خرداد ماه 1403-2024 ببینیم چه خواهد کرد دلاور کشورمون، دلاور شهریاری ما، کشتیگر ما نسبت به کشتیگر قزاق کم تجربه تر هستش، ولی خب بهتر داره کار میکنه، روبه جلو دستاش خوب داره کار میکنه. علیشه یرگالی قهرمان آسیا، قهرمان امیدهای آسیا، نه قهرمان امیدهای آسیا رو تحت تعقیب گذاشته، برنز جهان رو هم تو کارنامه خودش داره این کشتی علیشه یرگالی. تذکر کمکاری رو بهش میدن، حالا کشتی اون رو دستاش بهتر داره کار میکنه. تن بدن یرگالی درشتر و جا افتاده تر نسبت به کشتی گیر ما. اکثر بچه های ما تو این رزقات جوان و کم تجربه بودن، بیشتر برای پشتوانه سازی به این کشتی اعزام شده. سرشاخ همچنان دست هم یک کار میکنه، رو به جلو میتونن شاکران فعال کنن روی کشتی گیر قضا. تاوان نشون میده که دوانده قرمز کمکاره و درخواست کمکاری میکنه، درخواست کمکاری برای کشتی گیر ما، برای کشتی رو نگه میده و کشتی گیر ما هم تذکر میده. کشتی گیر ما کاملا رو به جلو بود، نمیدونم تو به کشتیگیر ما اختیار دادن دستی ده که رو به جلو میکرد توشه خارج کنه. ببینید هنوز از توشه خارجش، اینجا بالاخره توشه خارجش میکنه. گلدوری با گلدوری یک امتیاز میگیر از کشتیگیر قضا. چه کشتی یک بر صفر. حالا یه لحظه زیر نشون داد کشتیگیر قضا علیشاد یرگالی. سال گذشته تو این دازه قاطا یرگالی برنز گرفت، حالا در مقابل جوانه کم سن و سال و کم تجربه ما ابوالفضل بول بابالو تا به اینجا کاری یک بر صفر عقب افتاده. کشتیگیر ما بهتر داره کار میکنه، درخواستی کم میکنه به دوبنده قرمز و شاتکلا کلا فعال میشه. 30 ثانیه زمان داره، اگر نتونه امتیازی بگیره یک امتیازی که برای بابالو صرف خواهد شد. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. سعی میکنه بزن زیر کتا راه رو برای جلو فوکش باز کنه. کشتیگیر ما گاردش رو کاملا پایین آورده، همین درسته، نباید گاردش رو بشکنی. کشتیگیر زیرگیریه و کاملا مشخص کشتیش رو آنالیز کرده. خب 30 ثانیه به پایان میرسه و یک امتیاز دیگه میگیره کشتیگیر ما. 30 ثانیه تا پایان 3 دقیقه و زمان داریم و همچنان تو سرشاخ دسته هم کار میکنه. ما رو به جلو یک بردی دستی رکت واردش رو کاملا پایین میاره رو کشتی گیره قذاب علیشه یرگالی. ثانیه و پایانی صدیق اول یه از سرکم سرک دوشا پیش بندازه کشتی گیره ما، ولی خب هوشیار بود یرگالی و اینجا 30 ثانیه وقت استراحت فرام میرسه. ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگه آقای محسن کابی برای صدیق دوم. از زنه که به تازه به جماعت به وسیل لطفا کار رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو تماشا کنید. پیج اینستاگرامی ما UWW پارسی رو حتما داشته باشید، چون ویدیوهایی که ما در کانال بارگذاری میکنیم بلافاصله لینکش رو استوری میکنیم. خیلی راحت با کلیک بر روی لینک ویدیو آوردی یوتیوب میشید و کشتی‌ها رو تماشا میکنید. کشتی ما سرحال بری تو شکل بر میگرده. خب منتظریم که یرگالی هم بیرو تشک برگرده و کشتی آغاز بشه در صدقه دوم. دیدار نیمه نهایی وزن 97 کیلوگرم. امیدواریم دلاور کشورمون به فینال راه پیدا کنه. تا به اینجا کار دو بر صفر جلو افتاد، منطقی و شمرده کشتی گرفت. دور اول استراحت داشت، دور دوم ریچارد لوگ مجار رو 8 بر صفر شکست داد و حالا در نیمه نهایی امیدواریم که بابالو فینالیست بشه. دستی که صدقه دوم رو هم بهتر داره آغاز میکنه. علیشه یرگالی
تا به اینجا کار دست بسته بوده. یه لحظه بغل اومد برای مچه پا، ولی خب یانگالی هوشیار بود، ها کرد خودش رو یک پای دیگه زیر کرد رو به جلو، خوب داره کار میکنه. همچنان رو سرگرده یانگالی داره کار میکنه. داور نشون میده که دوبنده قرمز کم کاره، همینطور ادامه بده مطمئنه شاکرات هم یک بار دیگه فعال خواهد کرد روی آلیشر یرگالی. کاملا گاردش پایینه، همین روست بچه هم اگه بتونن گاردشون رو پایین نگه دارن مطمئنه موفق‌تر خواهند شد. درخواست کمکاری برای دوبنده ما، کاملا رو به جلو داشت کار میکرد کشتیگیر ما، حالا شاکرات رو فعال میکنن. 30 ثانیه زمان داره حالا کشتیگیر ما یه امتیازی نگیره، یک امتیاز برای یرگالی ثبت خواهد شد. همچنان در میانه توشک کشتیگیر ما زیر کت میزنه، آرومان سعی میکنه یرگالی رو به کناره توشک هدایت کنه. خب 30 ثانیه اینجا به پایان میرسه، یک امتیاز برای یرگالی ثبت میشه. نچه کوشی 2-1، ایتو 20 ثانیه زمان داره و این یک امتیاز نمیتونه حاشیه امنیتی داشته باشه برای ما. 3-4 دقیقه هست این امتیاز رو نگه داشته، ولی خب یرگالی مطمئن است ثانیه پایانی میاد سرعت رو بالا ببره. خوب داره اداره میکنه کشتی رو، ولی یه مقدارم باید رو به جلو و برای اجرای فن حرکت کنه کشتیگیر ما. وارد کشتیگیره قزاق بالاتر از این موقعیت میتونه استفاده کنه و زیرگیری کنه، یه زیر از راه دور نشون داد. حالا یرگالی دیگه داره با آب آتیش میزنه، سرعت رو بالا برده کشتیگیر ما، ولی گاردش اصلا نمیشکنه. خوب داره اداره میکنه کشتی رو، باید منتظر باشه تا تو برگشت از اشتباه حریف استفاده کنه. نچه 30 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم و 2-1 گاردش کاملا بالاست، کش بره برای زیرگیری داره اداره میکنه. 20 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم و ثانیه مرگبار. داور کشتی نگه میدار به مربی تذکر میکنه از جایگاه خودشون بنشینن. خب آرمارو میریم که بابالو رو بفرستیم برای فینال. سالی پایانی دیگه با آتیش میزنه، سرگردن کار میکنه، این از مچپار هم رفت. یک بادی میاد برای زیرگیری سالی پایانی. 10 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم، بهتر خیمه بزنه همونجا نگه داره، نباید رها کنه کشتی رو. یه لحظه رو پیش میندازه، وای چه موقعی داره، چه موقعی امتیاز دست داد. کشتی برده رو کاش همونجا خیمه میزد نگه میداشت. 5 ثانیه فقط زمان نیاز داشتیم، فقط 5 ثانیه بابالو، فقط 5 ثانیه تا فینال فاصله داشت. وای حیف شد واقعا، حیف شد. در مقابل کشتیگیر نماشتن قزاق‌ها ثانیه پایان کشتی رو واگذار کرد. امیدوارم که حالا در رده‌بندی کشتی خوب بگیره و بتونه خوش رو به مدال برنز برسونه. خب دوستان تا درود دیگر، بدرود.